اینجا رو ببین چقدر بامزه و کیوته. وای جام خوراکیاش. خیلی از وای به این مغازه خوشم میاد. دانمارکی همش به سبک دانمارک. خیلی خوشگلن. چه عروس دوماده گوگولی هم. این عروس اینم دوماده. نگاه. سانان اینجا شمیه اینجا. نگاه این منو تو این. اینجا رو ببین. چه خوشگلن. این کارتونش بود کیا دیدن؟ اسمش چی بود کارتونه؟ مومین ها. آره میگه انواع اقسام مدلاشو داره. وای خود چرا واقعا باید یه لیتل برد 1870 کرون باشه؟ نگاه کن اندازه کفه خیلی کوچولو هم به فندقه. شنو به سبک اسباب بازی درست کردن. خوشگله. خیلی خوش آمده توستر کتری برقی. توسترش اینجوریه. اومدم یه مغازه‌ای که کتاب و داستان بچه هاشون انقدر جذابه و منی که خیلی علاقه دارم به علم پزشکی و دوست دارم در آینده پزشک بشم این کتاب خیلی چشمو گرفت. فقط نگاه کن تمام اعضای بدن یک آدمو تو این کتاب چه جوری و چقدر با خلاقیت نشون دادن. نگاه کن و هر ورقه ای که برمیداری به زبون آیسلندی. نگاه مثلا اینا شیشه ایه. تمام همه رو قشنگ توضیح میده چه جوریه چه جوری نیست. منم باشم علاقه من میشم بابا. نمیدونم اینا چرا علاقه من نیستن به این. چه خدایا این همه امکانات. وای خیلی باحاله. خیلی دوستش دارم. و از همین مدل اینش هم درست کردن مخصوص کشاورزی و اینا. پیدا کردم. بعد اول فکر کردم اعضای خانواده رو توش می نویسه. نگاه کن اینجوری وایستادم. بعد دونه دونه که اسما رو خوندم چشم خورد به این امیر. امیرا اینجا هم دست برده نیستن. دشتیش داری؟ بس ببینیم تو اونی که چه اسماییه. همشون امیر. همشون صفحه اولشون اینجوریه. این چند تا کتابی که اینجاست. نگاه کن قشنگ داره چند تا فرهنگ و نشون میده. نگاه از رنگ پوست این بچه هایی که تو این عکس هست میتونیم بفهمیم چند فرهنگی رو نشون نمیده. آموزش میده. اما چه فایده؟ چه فایده؟ یاد میدیم به بچه هاتون اما پذیرا نیستیم جامعه های دیگر. ساناز رو گم کردین میتونین اینجا پیداش کنید. سکشن مورد علاقه ساناز پاستیلاست. اومدیم پت شاپ. بعد میخوام صدای پیگا پیگا براتون در بیارم. تو گربه رو ببین. خدایا کوچولو کجایی؟ کی قراره بیای پیش من؟ لباس برات بگیرم. ظرف غذا از اینا برات بگیرم. از این برات بگیرم. اوه خوربونت برم کوچولو کوچولو کوچولو. کادوامو آنباکسینگ کنم باهاتون. کادوی اولمو میخوام بهتون نشون بدم. کادوی صورتی گوگولیم. پاکتشو خیلی دوست دارم. واقعا همون رنگ و نقش و نگاریه که من همیشه دوست داشتم. داخلش هم اینجوریه. اینو یکی از بهترین و مهربونترین خوش برخوردترین هر چی بگم در مورد این آدم کم گفتم. واقعا دوستش دارم. یکی از بهترین آدمایی که من تو آیسلند شناختم. هیچ وقت فکر نمی کردم یه روزی بتونم دوباره آدمای خوبی رو تو زندگیم ببینم و
و واقعا ناامید شده بودم. فکر میکردم همه آدما همشون یه جوری شدن و به هیچکی نمیتونستم اعتماد کنم، مخصوصا این اواخری که دیگه داشتم زندگیمو از یونان میکندم بیام بیرون. اما دیدم نه، اینجوری نیست، دنیا آدمای خوبم داره، ما نتونستیم ببینیم. اولیشو در بیاریم اینجوری. وای خدا، من بازش نکردم دیروز، گرفتم گفتم با شما باز کنم. اینجوری خیلی خوشگله، مرسی. میدونم ویدیومو نگاه میکنی، اما میخوام از همینجا بهت بگم تو بهترینی، کلی میبوسمت. چون دیزاین قشنگی، قربونه اون شکلت برم، اینقدر با سلیقه ای، دمم نمیاد بازش کنم. خب باز کنیم. البته دیروز بهم گفت کیه، خیلی خوشحال شدم. الان بهتون میگم داستانشو. من خیلی علاقه دارم به اتکلن گوچی بلوم و همیشه هم داشتمش و تو یونان هم همین دوستم برام هدیه گرفته بود پارسال، اما چون 100 میلی لیتر بود نتونستم با خودم بیارم، چون نمیخواستیم پول بار بدیم و مثلا اضافه بار بیاریم با خودمون اینجا، دیگه یه کریان فقط آوردیم و تو اونم نمیتونستم اتکلن 100 میل بردارم و به خاطر همین همونجا مون دیگه. و اینجا هم هر بار میرفتم سوپرمارکت، تو تمام ویدیوهام هست وقتی که میرم تو اون سوپرمارکت و اون جاهایی که اتکلن هست، اولین چیز همیشه میرفتم پیشو. بعد دیگه این دوستمون فهمیده بود که من خیلی علاقه دارم به این اتکلنه، برای من از همون گوچی خریده. حالا این دوربینم دوربین جلوه، مشکیشو گرفته، دستش در نکنه. مرسی، خیلی دوستش دارم. اگه زمانی هم از اینجا برم میتونم با خودم ببرمش، چون کوچولوه. عاشق گوچی هم، میمیرم براش. خیلی بوهاشو دوست دارم، این بوهای خیلی خاصی داره. مرسی. بوش خوبه، یه بوی شیرین. بعد اینو انگار جدید زده گوچی، من این مشکیشو ندیده بودم، همیشه کرمیشو میگرفتم. بریم برای بعدیش، رژ لب نیکسه دیگه، قرمز و کرمیه. کرمی نیست، کاراملیه، خیلی قشنگه. با دو تا لاک صورتی و یه گلبه. مرسی کلی، مرسی 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 مرسی، انقدر خوشحال شدم، انقدر خوشحال شدم که ندید. دیروز واقعا حالمون خیلی خوب شد، کلن حالمون خیلی خوب میشه وقتی میبینیمش، خیلی دوستش داریم، واقعا دوستش داریم. خب کادوی بعدی میرسه به چی؟ به کادوی خودم به خودم. اولیش اینه که برای خودم چیز گرفتم، حوله صورت، و قطعاً باید صورتی باشه. بعد این چارتایی بود، گفتم حالا چارتایش باشه، و یه ایرپاد گرفتم، کادوی خودم به خودم. دیگه اینو انباکسینگ اینو نمی کنم، لازم نیست. و اینکه کلوچه نادری گرفتم. اینا کادوهایی هم که همیشه خیلی دوستشون دارم. و اینکه این دوستمون برامون لواشک آورده، لواشک هایی که خودش درست کرده با آلو. باید اینقدر خوشمزه است، آلوی قرمز و زرشک. سه تا بود دیروز، یکیشو تو ماشین خوردیم، این دوتا مونده، میخوام با چیز بخورم. با تو بگو رو به انار از اینا گرفتم، هپی برده اینا، شم میخوام برم شمیان فوت کنم و امسال نمیخوام آرزو کنم، امسال نمیخوام آرزو کنم، چون هر سال آرزو میکنم به فنا میره، امسال دیگه نمیخوام آرزو کنم. وا میدم، ببین، رها میکنم همینجوری که گفتم، میخوام ببینم خودش کجا میخواد بره. برو
این زندگی رو ول میکنم. حداقل برای چند ماه ولش میکنم. نمیخوام به چی فکر کنم. اصلا نمیخوام. نمیدونم این ولاگ اینجا تموم میشه یا نه، ولی اگه تموم شد لایک و سابسکرایب یادتون نره. خیلی دوستتون دارم و شما برام کامنت کنید که چند سالتونه یا چند سالتون شده یا از تجربه هایی که تو چند سال اخیر زندگیتون داشتین برام بنویسین. خیلی دوست دارم بشنوم. کلی میبوسمتون.